سلام یاد پروردگار بنیاز، بیننده های عزیز و نازنین جاغری نیوز سلام. انشالله که صحتمند و سرحال باشین. دوستای عزیز، در ما علمدان در منطقه زیرک، در زیرک چندین پروژه روی دست گذاشته که یکی دو دنشی تکمیل شده و یکی دو دنه دیگه شی که هسته نیمه کار منده. یک از این پروژه ها کلینیک زیرک ها که ما امروز در موردش چه بلدهشم گزارش میدیم و معلومات میدیم. شما با ما باشین و من هم راهی نو. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم من علی مدد، تخلص نادری. مدت 20 سال میشه که من کارمند صحت هستم، در بخش صحت من کارم و فارغ تحصیل انستیتوت علوم صحی غزنفر میباشم. خیلی عالی دکتر صاحب. یکی از پروژه های تکنولوژی در زیرک است امی ساختمان کلینیک. از شما میخوایم که در امزی مورد معلومات بدین. این ساختمان کلینیک ما سابق در یک خانه زندگی میکردیم که او معیاری نبود برای عرض خدمات صحی و بعد امیرش سفیدای منطقه تبتلاش کرد و امی ساختمانی که فعلا مثلا ساخته شده ای به کمک ظفر شریف ولسوال سابق 50% از اینه زیره ولسوال امی ظفر شریف او پرداخت کده از طریق یک مؤسسه خیریه 50% باقی مانده را امی خود جامعه امی ریش سفیدای منطقه و همچنان برادرانی که خارج مقیم هستن از اونا کمک درخواست کده و مردم تقریبا 30 لگفانی کمک کده کلینیک ده. و این کلینیک هستن معیاری استاندارد ارزی خدمات به شکل بهتر صورت میگیره. دکتر صاحب درباره تشکیلات کلینیک بگین. این کلینیک هستن سب سنتر کلینیک فرعیه و این دارای شعبات زیل مثلا اوپیدی مردانه اوپیدی زنانه ولادت خانه خیلی مهمه بخاطر که مرگ و میر زنان در افغانستان خیلی زیاده بخاطر که واقعات مرگ و میر کم شوه همین کلینیکا ساخته شده از طرف دولت. شعبه واکسین ما داریم برای اطفالای زیر 2 سال و همچنین خانمای 15 تا 45 ساله واکسینای لازمه تطبیق میشه و مشاور تغذیه دیگه ولادت خانه است و گارد 5 نفر ما فعلا کارمند داریم. استاد در مورد ضروریات کلینیک میشه معلومات بدید؟ یک کلینیک جدیدن ساخته شده، بعضی مشکلات های در کلینیک است که ما امرای ریش سفیدا امرای شورای صحی در تماس شدیم و هم در تلاش است که را حل کنه و همچنین مؤسسه مربوطه که عدایه و هم وعده شده که ما همین چیزها را کمک نیکن بوتاره. از جمله ما چیز نداریم، تشنب های جدگانه برای مریضا که باید زنانه و مردانه باشه در بیرون ساختش نه، از اون نداریم دیگه. انسیناتور که صافات کلینیک در او سختاندش نه و دفنش نه، او هم خیلی مهمه در پاکی و محیط زیست. یک کلینیک فاقید زویه و همچنان چای پلاسنتا که ولادت در کلینیک صورت میگره اما پلاسنتا یا جفت نلغه در بین زو انداختش نه، از او هم نداریم. و فاقید چیز هم هستیم، برق سولر یک بطری که هست یه غیر فعاله و برق نداره فعلا کلینیک. از ضروریات از این می برقه چون ولادت ها اگه از طرف شو باید قابلت مشکل روبرو میشه. دکتر صاحب فعالیت خدا نشیم در کدام ساحه؟ من بایسی نرس کارنم، اوپیدی کارنم دیگه، خصوصا امراض داخله اطفال. این واقعات که میه ما او را چیزنم خود سیتامه کست رهنمود دیده در هر بخش، مثلا امراض شایی که در افغانستان وجود داره، امراض مختلفه یا که در جامعه شایی است طبق رهنمود های سیتامه ما او را اجراعات نیم و دوام میدیم و در هر بخش کست اینجا سیتامه یک رهنمود دیده که مثلا بخشی امراض مختلفه کدام دوام دیدهش. دکتر صاحب شما در بخش تشکیلات گفتین که ما بخش سوی تغذیه هم داریم، آیا در منطقه اطفال سوی تغذیه هم هستن؟ بله سوی تغذیه خیلی زیاده، سوی تغذیه مثلا شدید، سوی تغذیه حاد متوسط، سوی تغذیه حاد در منطقه است که او به مشوره ضرورت داره از طرف مشاور تغذیه. او مشوره دیده میشه که والدین به تغذیه از اونا توجه کنه و تغذیه که است در 1000 سال اول خیلی مهمه. او خیلی مهمه از خاطر زی که اگر
مثلا تغذیه طفل به شکل درست صورت نگیره، دمی آزار روز اول زندگی یا تا 2 ساله، در آینده امو نفر که مشکلات تغذیه داره او چربی خون پیدا نه، دیگه فشار پیدا نه، دیگه تکلیفی اعصاب پیدا نه. در بخش واکسین آیا مردم علاقه نشون میده؟ آیا مثلا بلده واکسین هستن نفر وزیر هستن؟ علیه مردم خیلی علاقمند واکسین هسته، چون اول مردم معلومات نداشته، فواید زور نمفامید، از طریق رسانه ها مردم آلی فامیده و همچنان آگاهی از طریق پرسنل کلینیک هم داده میشه که مثلا این واکسن های سازدگانه مثلا برای فلج اطفال است، برای تیتانوس، سیاسویفه، سرخکانه، مردم خودکن چی میره همینجا اطفال های خود را برای واکسین 3 دوره واکسین میشه. مردم علاقه منده، هم در کلینیک علاقه خیلی زیاد داره، چون کلینیک را کمک کده، هم در واکسین مراجعین از من زیاده. اتاق کستا مربوط ولادتخانه کلینیک زیرگه، وسایل لازمه را، تجهیزات لازمه را داره و اتاقش محکمه و همچنین کارمند تربیه شده که قابله باشه، توسط قابله ولادت صورت میگه. هر ما با حد وسط تقریبا 9 ولادت در کلینیک زیره صورت میگه. ولادت خانه که ساخته شده یه معیاری استاندارده و عرضه خیدمان که برای مادرها صورت میگه طبق معیارات سرتیامه صورت میگه. اطفال های زیر 1 سال از هر جای مایه باز دمای 2-3 دفعه واکسیناتور در اوتریش مورد برای واکسین نمیدن و یخچال است که واکسینا به حرارت 2-8 درجه سانتیگراد در یخچال نگهداری میشه و این یخچال توسط گاز کار میکنه و همچنان در داخل زیک است مانیتور دیگه ترمامیتر درجه حرارت نشان میده. این شعبه فارماسی کلینیک زیرگه دوا 3 ماه در 1 ماه اکمال میشه طبق معیارات صحتنامه و صحتنامه یک معیار داره که مثلا در صحت‌سنتر کدام اقلام دوایی را اکمال کنه، برای بی اچ سی، برای سی اچ سی 3 ماه در 3 ماه اکمالات ادویه صورت میده. دکتر صاحب این کلینیک چقدر جای را تحت پوشش قرار داده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سایت تحت پوشش از کلینیک 6550 نفره و دیگه هدف که برای ولادت تعیین شده در هر ماه 9 نفره، ENC که است مراقبت قبل از ولادت 37 نفره، PNC 19 نفره، دیگه واکسین اطفال های زیر 1 سال در هر ماه 22 نفره. ما شعبه واکسین از ما در هر ماه 22 نفر اطفال زیر 1 سال را واکسین می‌کنیم. دیگه اطفال های زیر 5 سال 109 نفر در هر ماه، خانوم هایی که در سن باروری قرار داره از 15 ساله تا 45 ساله در هر ماه 109 نفر. این سایت تحت کوشش از استفاده کننده از کلینیک فری زیره 6550 نفره که در هر ماه میرسه 546 نفر بعد وسط ما مراجعه داریم، مردم مراجعه تانا خودی مردم زیره. بغیر از مردم زیرک های از دیگه مناطق هم در زیرک در کلینیک می؟ از تمام جای می، مثلا از داود می، از تنقل عموم می، از مهاجرین می، از تمکی می، مراجعین از ما خیلی زیاد در وقتهایی که را بسته نبود جمع نشدد، همی برادرای لرگه هم خیلی زیاد می مد در روزی 2 نفر 20 نفر که مربوط به سوالی مقر میشه و هم همینجا می مد مرزاق می ورد، چون که نظر در مقر این نزدیک بود در وقت.